روزگاری که نچندان دور جایی همین حوالی ستن فرسوده از زندانی گریخته و حین فرار در بیابانی گرفتار آمدند و مسیر خانه گم کردند. من خسته شدم. پس چه شد آن تدبیرت پیر مرد؟ در زندان وعده دادی که به آبادی میگریزیم. سه شبان روز از جز بیابان و چند تا ملخ ولخ چیزی ندیدیم. میرسیم، عجله نکن قلقل. من گرسنه هستم. در زندان وعده دادید که میرویم جایی که بخور بخور کنیم. میخوریم، عجله نکن قلقل. من تشنه هستم. در زندان وعده دادی میرویم که جایی قدرت را بگیریم. میگیریم، عجله نکن قلقل. بیشتی، رسیدیم. کجا رسیدیم پیرمرد؟ من که فرقی بین این بیابان و بیابانی که سه روز پیش در آن بودیم نمیبینم. مشکل توست که نمیبینی. از بس جلوی تلگرام نشستی کور شدی بدبخت. پیرمرد، ما را ایستگاه کردی؟ تو خودت ایستگاه مترو دروازه دولتی، نیازی به گرفتنت نیست. سه زندانی بر سر ایستگاه دروازه دولت و کوری و تلگرام چنان جر و بحث کردند که نزدیک بود حکایت جر بخورد و حسابی گلاویز شدند و گرد و خاکی به پا کردند که شنماسه ها در گلوی من هم رفت و مدتی بعد منتظر بودیم ببینیم چه کسی در گرد و خاک ها جنازه شد که یهو دیدیم بله به بیت کت خدا آقا خوش آمدیم. حالا که اتراق کردیم و جایمان مشخص شد، اول از هر چیز پول و پله باید جور کنیم. چگونه؟ دوتایی بروید در دهات اطراف جار بزنید که آبادی جدیدی را انداختیم، پاشین بیاین. در کانال‌های تلگرام هم تبلیغ کنید، ری توییت هم بکنید ضمناً. و آنها رفتند به آنچه کت خدا آقا گفته بود عمل کنند و جماعتی را برای آبادیشان فراهم کنند. اما چند روز بعد دست خالی اونور اونور بازگشتند. کت خدا آقا، رفتیم دعوت شما را گفتیم اما کسی نپذیرفت. بروید دوباره دعوت کنید، بگویید که در آبادی ما دموکراسی و آزادی اندیشه و از این حرف ها برقرار است. کت خدا آقا، رفتیم گفتیم دموکراسی داریم، باز هم نیامدن. بروید دوباره دعوت کنید، بگویید که در آبادی ما قانون اساسی و تحصیلات عالی و عدالت و از این حرف ها برقرار است. کت خدا آقا، رفتیم گفتیم قانون اساسی و عدالت داریم، باز هم کسی نیامد. بروید دوباره دعوت کنید، این بار بگویید که در آبادی ما اینترنت را مجانی میکنیم، رمز وای فای را مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید، اس ام اس را هم مجانی میکنیم. کت خدا آقا، رفتیم گفتیم اینترنت را مجانی میکنیم، جمعیت تمام آبادی های اطراف دنبالمان کردن تا همینجا، الان هزاران نفر بیرون بیت منتظر تحقق وعده مجانی کردن هستند. احسنت، فعلا بگویید باید بروند مستقر را شوند، بعد در انتخابات شرکت کنند تا اینترنت را مجانی بگیرند. انتخابات چیست؟ چیز خوبی است، بعدن خواهی دید که چه چیز خوبی است. پدرم این روز را برایم پیش دیده بود. شما چرا گریه نمی کنید؟